سلام دلبرا، با یکی دیگه از آموزش های آیلین کوکین خوش اومدین. میخوام بریم این تعدیق زعفرونی خوشمزه و ترد و بی‌نظیر رو با هم دیگه درست کنیم که طعم نوستالژی اون بی‌نظیره. فقط صداشو گوش کنین. خب اول از همه بریم مواد لازم رو بهتون بگم که ماست این وسط خیلی مهمه، یا از ماست چکیده یا از ماست سون سفت و خوب و عالی استفاده کنی که یه تعدیق بی نهایت خوشمزه داشته باشی. ببینین غلظت ماست باید همین جوری باشه، 2 قاشق پر ماست بریزیم دلبرا. حتما کانال رو حمایت کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو روشن کنین و نظراتتون برام کامنت بذارین و حتما لایک کنین، فدای محبتتون. خب وقتی که 2 قاشق ماست رو اضافه کردیم، یه دونه تخم مرغ رو میشکنیم و بهش اضافه میکنیم، خوب مخلوطش میکنیم. من زعفرونم رو سابیدم و با یه کوچولو یخ گذاشتم تا کامل رنگ بندازه. این تعدیقی که میخوام بهتون آموزش بدم از همون تعدیقای نوستالژی قدیمی بود که مجلسای عروسی می آوردن، 10 تا خونه اون ورتر بوش میرفت و هممون کیف میکردیم. این از همون تعدیقه. پس حتما تا آخر ویدیو ببین و درست کن و تو کامنت ها به هم بگو که آیلین درست کردم و بی نظیر شد. حالا زعفرون رو کم کم بهش اضافه میکنیم و یک رنگ دلخواهی که میخوام برسیم، شما میخواین کمتر یا بیشتر باشه دیگه اون دست خودتونه، ولی من چون زعفرون خیلی زیاد دوست دارم و توی همه غذام زیاد میریزم، توی تعدیق زعفرونی هم زیاد میریزم. 1 قاشق غذاخوری گلاب داریم. اگه گلابتون اصل 1 قاشق بزنیم، ولی اگه اصل نیست 2 قاشق تا 2.5 قاشق هم میتونیم بزنیم. یه کوچولو نمکم اضافه میکنم و خوب مخلوط کنم. فقط نمیتونم عطر بی نظیرش رو بهتون بگم که وای خونه رو بوی عطر زعفرون و گلاب برداشته. کی عاشق این تعدیق زعفرونی هست؟ توی کامنت ها به هم بگم. ببینید چجوری باید رقیق باشه. یه کوچولو دیگه زعفرون میزنم، میگم دیگه من عاشق زعفرونم، چیکار کنم دست خودم نیست، چشمم افتاده به زعفرون دیگه، خودمون زعفرون کاریم و باید دنیا زعفرون بریزیم تو غذامون. لایک کردی رفیق؟ حتما لایک کنین و کامنت برام بذارین و حمایتم کنین، ممنونم ازتون. حالا ببینین رقیقیش تا کجایه. لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه دیگه. توی فیلم مشخصه رقیق مثل همین که مشاهده میکنین، غلیظ و باحال. و بریم سراغ برنجمون. برنجمون رو باید زنده برداریم دلبرا. ببینین برنج زندهه، به قول ما مشهدی ها میگیم هنوز دل داره و برای تعدیقم باید برنج زنده باشه اگه تعدیقی که میخوایم خوشمزه و عالی در بیاد. برای این اندازه که مواد درست کردی، مواد زعفرونیمون رو حدود 1 پیمانه برنج استفاده میشه. حالا برنجی که آبکش کردیم و میریزیم داخل موادمون و خوب مخلوطش میکنیم. دلبرا اگه میخوان تعدیق زعفرونی درست کنین، 1 پیمانه بعد بیشتر بریزی. اینگار من 5 پیمانه ریختم، برای خودمون همیشه درست میکنم 1 پیمانه، الان من بیشتر ریختم، برای تعدیق زعفرونیم شد 6 پیمانه. پس حواستون باشه اگه میخوان تعداد بیشتری درست کنین. این تعدیق برای 4 نفره، تعداد بیشتر دیگه موادش بیشتر و پیمانه برنجش بیشتر میشه. یه کوچولو دیگه برنج بریزم دیگه کافیه، خیلی هم صفر نباید باشه. حتما با این روش درست کنین، بی نظیر میشه. نه به تای قابلمتون میچسبه نه هیچی، ولی رمز و رازش رو میخوام بهتون بگم که چیکار کنیم که تعدیقمون نسوزه، همینجوری طلایی و خوش رنگ باشه و چیکار کنیم که نرم و عالی باشه. همین که تردم هست روش، داخلش نرم و خوشمزه. خب حالا قابلمه‌مون رو روغن می‌ریزیم. برای تعدیق زعفرونی باید روغنش بیشتر باشه. من برای این اندازه حدود 1 ملاقه روغن ریختم و گذاشتم داغ بشه. ببینین حالا اگه میخوان تعدیقتون پفدار باشه، مثل کیک پف داشته باشه، همون وسط قابلمه که میریزین یه کوچولو پهنش کنین
بعد زمانی که برنج رو داریم ما اضافه میکنیم خودش کف قابلمه پهن میشه. ولی چون من بچه و شوهرم اینجوری دوست ندارن، ببینید اگه میخوام پفدار باشه همین الان برنجتون رو بریزین، کامل پفدار و خوشمزه میشه. ولی من چون خیلی پفدار دوست ندارم بچه ها، دارم کامل پهنش میکنم کف قابلمه و یه کوچولو از روغنا میریزم روش که دیگه زیاد برنج به خودش نمیگیره. اینم رمز و رازشه. روغن بریزین بین تعدیق و برنجتون، خیلی دیگه زیاد برنجا بهش نمیچسبه، برنج سفیدا هم دیگه بهش نمیچسبه و خیلی هم برنجتون هدر نمیره، دیگه کافیه. زمانی هم که برنج رو داریم اضافه میکنیم دوباره خودش پهن‌تر هم میشه، پس تا همینجا کافیه دلبرا. روغن حتما زیاد بریزین، روغن کم باعث میشه که تعدیقتون بسوزه. حالا به اصطلاح ما مشدی ها چند تا سوراخ هواکش هم براش میذاریم تا دم بکشه و تعدیقمون مخصبخ بشه. اینم کارهای نوستالژی قدیمی هست دیگه. چون ماست داره توی تعدیقی، روغنش باید زیاد باشه، اصلا جذب روغن هم نداره که بگی آی خیلی چرب میشه. نه، چون ماست و تخم مرغ داره روغن رو به خودش جذب نمیکنه. همین یه ملاقه‌ای که من گفتم باید بریزین تا یه تعدیق خوشمزه داشته باشیم. برش بزنین تعدیق ما بعد از یک ساعت که برنجم و دم گذاشتم با شعله ملایم کم، تعدیق ما آماده شد. ببینین وقتی که چاقو میزنم زیرش کل تعدیق میاد بدونه که بچسبه با قابلمه، راحت هم کنده میشه. خب دلبرا، اینم از تعدیق خوشمزه ما. جای تک تکتون خالی، اونایی که خیلی دوست دارم بیان تو کامنت ها به هم بگن که عشقای تعدیق کیان و بگین که درست کردین چیجوری شد. عطر و طعمشو که نمیتونم بهتون بگم تو رو خدا، دیگه به قول ما مشدیا فوش ندین، تعدیق بی نظیری شده. جاتون خالی، حتما حمایت هم کنین تا یک آموزش خفن دیگه که مهمون خونهاتون میشم. مواظب خوبیاتون باشین، یادتون نره آیلین دوستتون داره و به حمایتاتون نیاز داره. اینم از تعدیق زعفرونی نوستالژی ما که طعم تعدیقای خونه مادر بزرگاست. فضای تک تکتون بشم، از حمایتاتون یادتون نره، بفرستین برای دوستاتون و خدای آیلین رو حمایت کنین. تا یه برنامه دیگه، خدای یار نگهدارتون.